وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون اصلاح. از برنامه آب و خاک در خدمت شما ایزان هستیم و این هفته آمدیم به ولسوالی زیبای گذره، قریه زیبای کورت سفلا. همراه من باشید و زیبایی های این روستا با هم ببینید. داخل کوچه های قریه زیبای کورت سفلا هستیم، میریم به طرف مسجد جامع این قریه، مسجد جامعی که تازه هم ساخته شده، با هم میبینیم. اللهم افتح لبان. داخل مسجد جامع شدیم، واقعا مسجد جامع زیبایی هم الحمدلله ساختن و مساحت زیادی هم داره و خوب به اصطلاح روستاییان دلباز هم هست، در دو طبق هم هست که قسمت جایی که خواهران برای ادای نماز میان و یک قسمت هم که پایین محراب و منبر و خیلی هم زیبا رنگامیزی شده. اما این که از چی وقت شروع به ساختی شده و چقدر هزینه و اینها شده، هزینه رو کی پرداخت کرده، با خطیب مسجد جامع گفتگوی دارین که با اونا در میان میذاریم ببینیم که چی کارها و تا کی هم کار این مسجد جامع تکمیل میشه. در جمع مهربانان قریه زیبای کورت سفلا قرار گرفتیم، در کنار خطیب صاحب سبقت الله، خطیب مسجد جامع این قریه. جناب خطیب صاحب، آمدیم داخل مسجد جامع، بسیار مسجد جامع زیبا و بزرگ درست کردین، میشه که توضیحات بیشتر بدین از کی شروع کردین و آیا که کار از این مسجد جامع به اتمام رسیده یا دیگه کارهای هم داره؟ از تقریبا 6 سال یا 7 سال میشه شروع شده و انشاءالله کار داخلی از یک اندازه به اتمام رسیده. به توسط همه این برادران این منطقه، خصوصا اجاغاس محترم و اجاغاس عبدالعزیز جان صاحب زاده که بیشترین کار کرده این مسجد و زحمات این مسجد را در دوش گرفتن، بلکه هر فردی از این جامعه، از این منطقه به حسب توان خود، حتی یک فقیر که چیزی نداشته یک روز، دو روز، پنج روز درس کار کرده و انشاءالله زیبایی خوبی برای مسجد دادن و انشاءالله جماعت خوبی هم در این مسجد هست. بسیار عالی. خیلی خوب، معمولاً همونطوری که در جریان هستین، مساجد در روستاها که ساخته میشه زحمت کشی خود مردم هست. بله. و واقعاً هم که چقدر زیبا و خوب ساختن مسجد. سوال دیگه من جناب مرسی هست، البته کلی. بله. این که یا مسجد همین که ساخته بشه از لحاظ ظاهری زیبا رنگامیزی بشه کفایت میکنه یا اینکه دیگه زیبایی های هم باید مسجد داشته باشه؟ نه، سوال شما بسیار سوال خوبی است، سوال شرعی است که تنها تزیین مسجد در گچ و رنگ و مزایق و فرش و ظرف نیست، بلکه کلی ترین تزیین یک مسجد در عبادت کردن به خداوند جل جلاله در داخل مسجد است و ما انشاءالله خوشحال هستیم که تمام مقتدیان این مسجد، خصوصا مقتدیایی که در غیر از جمعه هم هستن، بلکه در جمعه و غیر از جمعه، این مسجد را به مانند این که در ظاهر خود زیبا هست، همچنین در عبادت هم زیبایی دارد. به طبقه دوم مسجد جامع آمدیم که فعلا دارالحفاظ هم هست و اینکه مهندس بیاسینی هم هستن. البته این روستای مهندس بیاسینی هست، البته یعنی خودشان مسکونه همین روستا هستن در اصل و نقشه و طرح و دیزاین این مسجد جامع هم جناب مهندس صاحب زحمت کشیدن. خواستیم که توضیحات بیشتر بدین که این طراحی نقشه چگونه است، به سبک چه معماری، توضیحات بیشتر خود جناب مهندس صاحب ارائه میکنن. تشکر، سپاس از شما مهربانی کردین که در این قریه دورافتاده تشریف آوردین. تشکر از دستاندارکاران شبکه هدفمند اسلامی اصلاح که تشریف آوردین به این
قریه و زادگاه ما. البته این نقشه، نقشه تقریبا میشه گفت که نقشه‌ای که در مسجدها طراحی میشه فعلا با فضای بازتر تقریبا نیاز داره تا سبک قدیم که هست و سبک جدید داریم. نقشه‌های مسجد به سبک جدید ساخته شده که به تصویر شما مشاهده کردیم و دیدیم. نقشه از این مسجد ما زحمت کشیدیم با نظارتی و اما اکثریت نقشه‌هایی که در هرات دوستان میان مراجعه میکنن، ما به خدمت همه عزیزا هستیم برای قسمت طراحی نقشه‌ها، دیزاین اینا و نظارت اینا. دیگه به کمک عموم مردم ساخته شده و بعضی خیرمندایی که سهم گرفتن اینجا مسجد و این روستا به این صورت که میبینیم ساخته شده. در داخل کوچه های قریه زیبای کورت سوفلا هستم، این یک بازارچی هم هست که مواد غذایی اولیه فروخته میشه و کارهای مثل پنچری موتور و موتر و اینها، اما اینکه قصبی هم دارن و گوشت گساله احتمالاً یا شاید هم گاب باشه گوشت گوسفند مونده نباشین. خوب هستین؟ سلامتین؟ گران گوشت های ارزون؟ ارزونه فعلا. ارزونه فعلا میگن ارزون نه، حتما کیلو 400 هست دیگه. گوسفند 420 ارزون میدم. 420 و 120 دیگه. در این قسمت تعمیرگاه موبایل هم هست، مونده نباشین. خوب هستین؟ سلامتین؟ هم تعمیرگاه موبایل و دیگه به قلی و اینا هم هست. چی خوبه که مردم راحت میتونن، چون کمکی از شهر فاصله داره، مواد غذایی اولیه و کارهای اولیه و اینها رو در اینجا مشکلات خرال کنن. حتی کفشوریشی هم هست اینجا، ترکری و اینا، سبزی های اسفناج مطمئنم که تازه از سرزمین اومده، از تولید به مصرف دیگه. و در اینجا خیاطی هم با پارچه فروشی که نیازی نیه به شهر و دنبال پارچه برن. و باز هم اینجا ماشاءالله مردم روستا که هستن به علاوه که گوشت لند و اینا دارن گوشت زیاد میخورن. یک قصبی دیگه هم هست دقیقا گوسفند و اینا. اینجا هم که باز هم بقلی و فروشگاه و لوازم برقی تعمیر میکنن. واقعا میشه گفت که تقریبا حال و هوای شهر رو داره. جا یک فروشگاه بزرگ دیگه که انواع لوازم و بقلیه به اصطلاح روستاییان که ترکری و انواع لوازم اولیه مردم رو داره. و این قسمت هم کمی جلوتر بریم تعمیرگاه موتورسیکل هست و باز هم ادامه و تلفروشی و دکان و اینها. کلینیک دندان هم در اینجا دارن که خیلی خوبه. حتی خدا رو شکر که در اینجا دکتر صاحبا هم هستن که چون فاصله زیاده راحت، فاصله شهر زیاده، مردم مریض میشن راحت میتونن تداوی کنن در اینجا. یعنی که میبینیم ماشاءالله هم کارگاه فلزکاریه و هم تعمیرگاه موتور و اینها. و باز هم در اینجا یک خیاطی دیگه ماشاءالله زیاده. آدم دل آدم میشه که بیایی در این روستا زندگی کنی، چون همه چیز تقریبا تکمیله. و از بعضی هم که از تولید به مصرف دیگه، مثل گندم و گوشت و اینها که خود اینا به دست میارن، به علاوه قصبی و ایگه پگفته هم دارن. ما هرچی پیش برین فکر میکنم هنوز ادامه داره این بازارچه زیبا. همراه من باشید و روستای کورت سوفلا رو با هم بیشتر ببینیم. هوای بسیار خوب، بسیار دلچسب، تقریبا میشه گفت هوای بارانیه دیگه، انتظار باران رو هم داریم. دیدم که یک پدر پیرمرد با یک نوجوان در حال آمدن هم، بعد پرسان کرد اینا ببونه واسه هم هستن. مونده نباشین. خوبی که کجون؟ سلامت باشین. بسیار خوشحال هستین. الحمدلله. سلامت باشین. بسیار خوشحال شدم که به این منطقه ما یعنی کورت سوفلا تشریف آوردیم، زحمت کشیدیم. زنده باشین. به کجا بودین کاکو جان؟ ما همین جوا یک باغچه داریم به حساب شبرنگ کشته. بح بح بح. تا همین جوا از این ور میداریم که شوردیم و اودیم اینا. آماده شده که خوب میده یک شبرنگ هایی؟ بله یاد شبرنگ ها خوش رنگ و ما که فکر نکنم از این شبرنگ ها شما نوشی جان کنیم. بلکه امید به خدای باز تشریف بیاریم همین جوا خود شما بریم به تا باغچه بریم اونجا خود شما شبرنگ بخوریم. انشالله دقیقا انشالله. دقیقا این بگین که چی وقت، چند ماه دیگه؟
به دست میاد. من انشالله تا برج سرطان اینو به دست میاد. خیلی دوره تا برج سرطان. انشالله که سالم و تندرست باشین. دیگه چی دارین داخل از باغچه خوب؟ دیگه آلو هست، کنارا آلو بکشتیم دیگه. شفتالو هم یک دیگه. شفتالو ها کلونه دارین، شفتالو به نام شفتالو کله گربه یاد میشه. به به. شفتالو ها سرخ گرده میشه. خیلی خوب. باغ انگوری هم دارین کوکو جان؟ انگور نداریم متاسفانه. شما دیگه بیشتر می میوه سردرختیه پس؟ بله، هم سردرختیه. خیلی خوب. این دواسی شما اشتری کوکو جان؟ بخیر. اسم تو چیه؟ نجیب الله. نجیب الله جان. خیلی عجیبه بود رفته بودی داخل باغچه؟ همه کار کنیم بله. خب. جوار برمیشتیم. خیلی خوب. به حرف شما میکنه؟ خیلی بچه به حرف یه. ایده به شاخ. امیدیه. خیلی خوب. کارکونی زن. شاخچه بوری و ناحالشونی و اینا رو هم یاد میدین بری و یا نه دیگه نزوده؟ یاد داره این خودم. آفرین. کمک میکنم. از این دست شما دیگه قرار یاد گرفته. یاد گرفتم. پیوند زدن هم بلدیم شما خود شما کوکو جان یا چون یه کمک کار سخت‌تره فکر میکنم. تقریبا بلدم. دو سال سه سال میشه که ما این باغچه تیار کردیم. پیوندم میکنم از خود خور پیوند میکنم. آه دیگه خرابم بشه از خود شما خوبم بشه. و این پشت زمر هم جمع کردن دیگه میبرین رو بخون. پیاله چای جوش میرم. ایرمان پرسان کنم کوکو جان که نوازی شما نجیب الله جان خود شما نه. یعنی شما هنوز ارجمندی ها شما با یک زن و بچه دارن و ماشاءالله بچه ها کلونی هم دارن. خود شما به یک خونه زندگی میکنن یا نه خونه ها جدای دارین و چی رقم کارا شما یکیه؟ بچه ها ما که هست دو تا بیرون یک متعهله یک دیگه مجرد کار میکنه. یکم خونه و شهر اونجا کار مزدوری میکنه. یعنی خود شما به یک کار سخت و دشوار داشته باشیم، کار مشکلی داشته باشیم، زنگ زنم میایم خودم کار میکنم. خیلی نواسام که همیشه به خدمت شما هستم. اینو ما هستم دیگه. عصای دست شما نه. خوشحال شما انشالله که همیشه خدمتگار شما باشن و شما هم دعاگو. خداوند یک صلح و امنیت در سر تا سر افغانستان ما شما بیاره که فلان کو هست دیگه از بین نره. آمین. یک مردم یک کار و غریبی یک کار چیزی برای مردم به وجود بیایه که از کشورهای خارج ما روی بگردن انشالله. یعنی دیگه دروازه های مهاجرت بسته بشه انشالله. دیگه احتیاج و محتاج به کشورهای خارج نباشه. بیایم همینجوری شبرنگ بکاریم، هم روی ما تازه بشه، همی که محصولات به دست بیاریم. به خیر عافیت باشی کوکو جان، ممنون شما. سلام علیکم، مونده نباشیم. خدا قوت، تیار خوشحال هستیم، جان شما جوره. سه سلامتیم باش که من به این طرف استاد چون تیار خوشحالیم. الحمدلله، شما خوبیم برادر. دیگه هوایی بسیار خوب و دیدیم که کوکو جان سه چهار تا دیگ و کاسه و اینا به دست اینا در حال رفتن هم. به کجا میرین؟ ما همین تا همین باغچه هاست که همین تخمه کچالو سنده ما این با امید خدا کچالو میکاریم. خب. همین نونار ببریم برای می فعل مزدورا ببریم که فعل مزدورا هی کار میکنن. خب. ما بمانیم برای از اون نونار چای ببریم کار بارا از اون هم رضیف کنیم. چا شده و واقعا نبود کنه؟ بوی خوشی هم میده. برنج هم هسته، گوشت هم هسته، کچلو هم هسته، همه چیز هسته. اینا رو نمیشه ما بگیریم از شما. ما حالا میتونیم ما کنیم با امید خدا نوش جان کنیم. اینا برنج چی هست؟ برنج همی سیوشونی هست، برنج کورته. یعنی برنج خود شما کسیم؟ بله، برنج کار دست خود مانه، کشت خود دست خود مانه، شهدی جوش تفی هم دست خود مانه، همه کار از خود ما برمیم. چقدر آدم لذت میبرم واقعا، چقدر زیبایه. گوشت های هم گوشت لنده یا نه؟ نه، گوشت های امروز ما فلان گوشت مرغ گرفتیم. من خاطر که این قصه بیا فلان بسته تا گنجا هنه از خاطر ما گوشت مرغ این بسته. یعنی گوشت لند کلن نداشتیم این سال یا خلاص شده دیگه؟ این سال ما گوشت لند نداشتیم. یا شاید هم خلاص شده چون آخر شده سال هسته به خونه هایی که مسلمان ها بکشتم هستن ازم، ولی با این سال ما نداشتیم گوشت لند هنه، گوشت مرغ است. خب به هر حال یعنی نوش جان شما زنده باشیم. بیاین که برین شما هم خودیم همین تا این باخشه نوش جان کنیم. چند نفر هستن فعلا شما؟ 12 نفر هستن. دادو خمو کم نمیایه؟ زیاد هم هست. زیاد هم هست. چقدر سفره های
یا چشمان سیری دارن مردمان روسا که راحت میگن هم میگیم میشه اضافه هم میاد. همه میشه با امید خدا اضافه هم. به خاطر چی؟ به خاطر که پول ندادن باری و فقط زحمت کشیدن و این زحمت نام به عرق ریخته شده چقدر پر برکت هست. به خاطر اون برکتی که داره راحت تعارف میکنن. این چند جریب زمین حد دارن که کچلو میکنین؟ ما زمین نسبه کریه تقریبا 10 جریب میشه زمین نسبه کریه. یعنی هر چی محصولی عاید بشه نصف از شما نصف از صاحب زمین. نصف از بادار از صاحب ملک. به این 10 جریب چقدر کچلو برداشت میکنین ان شاء الله؟ ما به امید خدا به این 10 جریب ممکنه 50 خرب کچلو برداشت کنیم. به به خداوند قوت بیشتر برای شما بده و برکت تا بیشتر هم واسه شما بده. خدا و... به همه مسلمان‌ها برکت بده که این ملت سر باشه، ما هم زحمت کشیم واسه از این ملت. واه واه چقدر زیبا. و این وقت‌ها دیگه امسال الحمدلله دیگه خیلی دیگه شما خوشحالین، برف ببرید، سرما بود، باران ببرید، حالا کم که هوا کم کم برنیه. ما الحمدلله اینقدر خوشحال هستیم که به خاطر که اول سال که هست باران خوبی اومد و دشت و کوه همه عرب سرسبز شد. گوسفند مالدار همه به دشتا سر میشه، ما هم عطفه روی از اینا، بلکه ما هم شاد خودم باشیم. همیشه او به جا جریان داره. همون ضرب المثل کامل شده که یک بارش به قوس و دو به بهار، درست قیمت اسب اسفندیار. بارش قوس خوب شده دیگه، انشالله امیدواره که بارش بری هم بشه. امید خدا میشه، با امید خدا بارش بهار هم آماده میاد به خیر انشالله. ما و شما شاد و خرم. اسم شما هم پرسان نکردم. من نام خدا اسم غلام رسول فرزند ماما غلام رسول. ماشاءالله ماما غلام رسول جان، خیلی دوست دارم، بسیار خوش چهره، خوش صحبت و چرا که میگم دل صافی دارن، خیلی دوست دارم با اینا صحبت کنم، ولی هم دیگه نایخ میکنه و همی که باز با جاهای دیگه هم باید برین که دوستان منتظر شما، خدا برکت بده به زمین ها شما. خدا نگهدار شما. من واقعا خوشحال میشم، زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر روستایار میبینم. کاکا جان از صحراها برگشتن میرن طرف خونه با جفکه و دو تا کنده هم گرشتن به سر شونه گوا، به خاطر اینکه اگر یکی خراب شد فکر میکنم یکی دیگر استفاده کنن. مونده نباشین، سلامت خوشحال هستین؟ خیریته، الحمدلله، زنده باشین. که بزنین چند جریب زمین از صبح گرونی کردین؟ از صبح دو جریب. ماشاءالله خیلی آغشته شما را رفتم اینا رو دیگه باران می آمد، ما به شتاب گورانده و اونا رو مونده کردیم. به خاطر که زمین آماده بشه و چی بکشتین؟ پیشین به خیر اگه امید خدا کچلو میکنه. خب انشالله به این منطقه پس کچلو زیاد کش میشه. بله کچلو زیاد. خب چرا دو تا می کنده گورونی در کنده به سهرا بوده که واسطه جونهای بود بایی گوه کاری اینا. یعنی دو رقم، یک رقم باز سبکتره که برای گوهایی که تازه چه میکنن یاد میگیرن گورونی کردن. شاخه وحشتناکی هم داره، جوانی بوده شاخه همه تو برفته پس رفته. تقریبا چند جریب زمین همه حیوان ها میتنن روزانه که نورمال خودینا کار کنین؟ نورمال کار کنیم دو جریب زمین. یعنی شما بازم به نصف روز دو جریب کار کردیم؟ حیوان ها صبح دم ترک بیردم و نماز طالق میرم. حالا که خود شما میرین دیگه ادمن دیگه گوشت حالا هم آماده دیگه، یا گوشت باشه یا نون باشه، نه باشه مگر پس حال بیه. نه دیگه هست دیگه، شما برای اینجا خود شما میکارین هست؟ ولی همه چیز هست. نوش جان شما. چقدر زمینداری دارین خود شما؟ خود ما زمینداری از دیگه کسی به دست ما 15 جریب زمین میشه و فکر میکنم 15 جریب ایتم یک وجه برم بدون کشت و کار نگاه نمیدونه شما؟ نه همه کار دیگه، شفته لگندوم کچلو میشه با شلی میشه جای نه باز اینا که جمع میکنه ما دیگه با شلی و خوش فال شما. نمیشه ما بیایم اینجا کشت مندی کنیم آقای کاظمی؟ اگر کشت زیاده ولی خب کار هر کس نیست خرمن گفتن، درسته؟ زحمت داره باز یاد میگیریم شما.
در جاهای مختلف قریه زیبای کرد میریم و قدم میزنیم، دیدیم که جمع با بیلها جوانان و حتی هجکاکا هم بله و هم دست اینا هی میانن، گفتیم باش که پرسان کنه خیریت هست موضوعیه گپیه و جلو از ایران نگاه داشتیم و شروع کردیم صحبت کردن. مونده نباشین کجا باشین، سلامت باشین، خیر خوشحال هستین، فضل خدا شکر، زنده باشیم، شما خوبین، مونده نباشین، الحمدلله. گپ بزنین کجا میرفتین، از کجا میومدین؟ ما دیگه امروز صبح به کچلکری بریم، حالا کچلکری خلاص شده میریم به خونه، میرن که هم فعلیم خودی هم میرن که نون شما فعلی کی هستیم؟ اینا فعلی شما نمیا؟ نه ما فعلیم این لالا غلام فرو جان. خب لالا غلام فرو جان اونا بسته که برفتن که دیگر آمدن کنن، ایجو کوکا هم خودی شما بیدم مونده نمیشین کوکو جان؟ نه کوکو چی مونده میشین؟ یا شما با سر پلوه شیشتیم دستور میدین دیگه که این رقم نه؟ نه کوکو، یعنی دستان این نه، این هم اولی اولی بله، اولی کنده چه دستان نرمی هم دارم باور کنیم، میگم برای خو اینو همه گی زحمت و تلاش و اینوه. یعنی این چی خب چند سال هستیم؟ یعنی این نوروز 80 این نوروز 80 ساله میشیم، بین 21 بعد 23 به دنیا اومدیم. ماشاءالله خوشبال شما. برابر ما هم از صبح کار میکنم، هرچی که ما میرم اونم برابر ما کار میکنم، پل هم میکنم از صبح. باز اون پلکونی که کار سختی هم هسته، آقای کازمی متوجه بودین؟ یعنی شما 50 سال سن خواده که بعضی وقتا میشینیم خسته میشیم، هجی کاکا 80 سال عمره نه بل میزنم. شما میشین انشالله به سن سال از اینا بر زمین تو بل بسنی؟ نخواهم شد اینا، الحمدلله بی دردم، درد من نیم، تا حالا به سر پای استاده واقعا. و این که اما کار و تلاش و زحمت هایی که میکشیدن و میال هم کارهای روزمره رو انجام میدن، حرکات فیزیکی دارن، سالم بموندن. چند تا بچه دارن کوکو جان؟ بچه گمون کنون عرض حساب منیه دیگه، سلاف تا پسره دیگه. ماشالله ماشالله، افشتو هم دختره دیگه ماشالله. خب ایر بگیم که ایر بگیم که ما ایر بگیم خب که بچه هم خودشون همکاری میکنن به کشت و کارو؟ حال بچه نیه کوکو، فقط مختصدی کمی همون کار ارتیار کو دیگه. ما 25 ساله بیدم و میجگا بیامده. تو برحال اجگاگاه باز کم شخته هم هستن. این جانب عبدالزاهی رئیس شورای انکشافی قریه پایین ملو کرت سفلا. از چی کارهای در بخش شورای انکشافی در قریه خواه انجام دادین و چی کارهای روی دست داریم برای آینده اینا؟ به طول مدت زمان کارهای انکشافی از قبیل مجتمع ها و مکتب ها و حمام ها ساخته شده، بلکه پروژه های زیربنایی از قبیل دیوال های استنادی هم با منطقه ما ساخته شده، کانال های لایروبی هم از منطقه ای کار شده. خیلی خوب، یعنی با همکاری های مردم دیگه ای کار هم میگی شده، بلکه از طریق شورای انکشافی بوده دفیصد سهم مردم هم بوده به اینجی. ولی هم چی پلان های برای آینده دارین؟ یعنی کارهای اگر همچون مثل برنامه های شورای انکشافی دوباره در روستاها ها بشه، اولویت کاری شما چه انجام دادن چی کارهای انشالله؟ دیگه بس به سر زراعته، هر استخ ما و شما اگر خواسته باشیم صحبت کنیم، چون ساحه زمین زراعتیه بیشتر بس سر کار زراعتیه. پلان های بعدی ما اگر انشالله و می حکمت ما به حالت برقراری باشه و توانایی به حکمت ما وجود بیایه، فعلا سر این باغداری و زراعت و مولداری بیشتر این پروژه های انکشافی باید کار بکنه انشالله. انشالله امیدواریم که این اتفاقای خوب بفته و از این مشکلاتی که هرچند خوب هست در همه جاها انشالله کمی خودشون نجات پیدا کنیم. ممنون شما ایسه، تشکر از لطف شما، آمدن تلویزیون اسلار به سایه منطقه کرت سفلا بسیار خوش آمدید میگیم. شما لطف کردیم جوانای عزیز که به سوای منطقه ما اومدیم، گزارشات از محیط منطقه جمع آوری میکنیم و به سهم مردم میرسانیم. بیننده گرامی در بس گنو مر به گپ نگدیشتن خدا قوت مونده نباشین، چند تا از نوجوانان از سراور گشته میآیند، چا شده دیگه میرم به خونه خو، مونده نباشین، زنده باشین، تیار خوشحال هستیم، سلامتین. به کجا بودین؟
زراب بده ماشاءالله. حتما بچه ها مکتبی هم هستند دیگه، وقت مکتب هم میرین؟ بله. صنف چندشون؟ من سال مینام صنف 4. ماشاءالله. تو صنف چند میری؟ کجا؟ سال صنف 2. صنف 2 آفرین. تو صنف چند میری؟ من سال مینام صنف 4. آفرین. تو صنف 4 ماشاءالله. تو صنف چند میری؟ صنف 2. شما سه نفر خدیم هم صنفی می دو نفر خدیم هم صنفی هم؟ بله. به یک صنفیم شما؟ نه، بای معلف می معلف و ای علف هم با. آفرین. خودی از اون هم سیفینی؟ نه. چیز شوخی میکنین داخل مکتب؟ هیچی. آفرین. خب بگه جا شوخی نیست، جا درسه. ماشاءالله، مکتب جای شوخی نیست، جای درسه. شوخی ساعتیری اگر داشته باشن میایم به سرا، درسته؟ بله. آفرین ماشاءالله، بسیار یک نقطه بسیار خوبی گفتی، آفرین. حالا که از سر زمینای زمار جمع کردین دیگه، درسته؟ میبریم بخون. زمین چی بکشتن؟ از خود شما نه یا فقط شما میریم زمار جمع میکنیم؟ ما فقط میریم زمار شو جمع میکنیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، آفرین، مونده نباشین. اسم تو رو هم نپرسیدم. غلام سخی. غلام سخی جان، از زمین قریه کورتیم دیگه، درسته؟ انشالله که همیشه خوب و خوش باشین. و امویت که گفتی مکتب جای شوخی کردن هست یا نی؟ نیست. آفرین، نیست. جای درسه، انشالله به مقام های بلند و درجات بلند علمی برسی با امی خود امی دوستا و همسینفیا خو. همین که شما شاد و موفق باشین. میرین نگه که ما برین دیگه قلورتوریش رو بخورین نگاه. بله. قلورتوریش داریم رو چاش یا قلورشید؟ ما چی خواهره نگاه هرچی بود میریم میخواه. هرچی بود. در روستاها ها در ریف هست. یا پتیماشه یا قلورتوریشه یا قلورشیره. با ارکنیم تک دهن رو بگیشت، یکی از این غذا حتما هست، حتما دکه، درسته؟ برای شما هم نوش جان کنیم، شیر روغن هم البته شاید باشه و ما هم به سر سفره یاد کنیم دکه نوش جان شما، ما که معلوم نیه که نون بخوریم یا نه امروز. بریم، خدا نگهدار شما. خدا بخیر باشین. از بسی که کچالو کچالو گفتن، ما هم آمدیم به سر مزرعه‌ای که در حال کشت کچالو هستن. به این شکل کچالو ها میذارن که تیچ بزنه و بعد برش میزنن و به این شکل که الان توضیحات بیشتر خود این عزیز آمدن کشت میشه و شروع میکنن به پل کردن. مانده نباشین، خدا قوت. تیار خوشحال هستین، سلامتین. باش که من بیام به اون طرف شما که صدار صدا شما رو بشنوم، کمی بلندتر هم صحبت کنید. اینا دیگه همین تبدیل به کچالو میشه؟ بله بله. صبح هر جایی که پونگ داره می پونگ از ایرما میگیریم سوا میکنیم به زیر خاک میکنیم. تقریبا 4-5 ماه هسته. بعد از دیگه باز اینا کچالو میشه و باز اینا رو میکنیم. خیلی خوبه. اینا همین خود از این چند دونه؟ 4-5 دونه جواب میده، درسته؟ یکی 4 دونه جواب میده. 4 دونه. 4 دونه جواب. کچالو کلونه. و کار پرزحمتی هم تقریبا هست یا نه؟ پرزحمت، اگه خدا روزی بیاره با میتون خداوند برور میکنه. سلام میپوشه. خیلی خوبه. حالا شکل کشتن همین رقم دیگه. یعنی باید قطع مدل بابیت به کپچه تو میذارم. میر بده کپچه تو بذارم. بله. به اون شب میگم زار خونی کی کنه که چالو خراب شه. خب کدوم یک بیتره؟ این بیتر بیدارم. این که روش بیتره. از این غذا هم نشه جان کنم. خب زحمت کشیدیم. مرسی جان شما. ما هم زحمت کشیدیم که کتاب بخورم. زنده باشین. یعنی برنجایی که پیشتر گفتین که بله، همون برنجایی که ما به قول معروف همینا خود ما کش کرده بودیم و خود ما به دست آورده بودیم، همون برنجای خود شما میخورین دیگه. حالا میگین که ما هم بخورم. آقای کاظمی شما بخورید. اجازه هسته؟ شما باید اجازه بدین کم بخوری که وقت کم. آقای کاظمی نمیشه کم بخورم، اینو باید همگی بخورم. واقعا حالا طرز پختن اینا خود درسته که ولی که برنج وطنی هست یک طعم خاصی داره و بسیار خوشمزه. آقای کاظمی شما کمی تصویر بگیریم. تصویر بگیریم. در فضای بسیار زیبا و دانه های باران در کنار انجینر سبی یسینی هستم، باشون یک گفتگوی داریم. همو هفته یک باری که اگر فرصت بشه حتما میایم از روستا سر میزنیم و از آب و هوای روستا لذت میبرین و خدا کنه که برای شما خوش گذشته باشه تا این دم که
همراه بودیم. واقعا ما که یکی از خوبیای نکمی چارجوهای منفیر وقتی در روستاها میان برای برنامه سازی اینا تبدیل به مثبت میکنه، یعنی کلا از چارجوهای منفی از بین میره. نه به سرمای او هفته که خیلی سرد بود در منطقه مشغندک ولسوالی که رخ رفته بودی، نم الحمدلله هوای معتدل امروز. امروز دیگه خدا کنه که به بینندگان شما هم خوش بگذره. هوای خیلی خوب و عالی هست. منطقه ولسوالی گذره، قریه کورد که کوردها هست، کورد و سیاوشان هست، این منطقه همونطور نام دارن. بالاخره منطقه کورد و سیاوشان هر کدوم باز کورد اسم دیگه جاره. این کورد سفلا هست که ما و شما هستیم. منطقه کورد سفلا هم مرز است به کورت سیاوشون، کورت رواد، نمیفهمم به هیرایرود، به این سمت به کوههای پوزی میردود، به این منطقه بالاخره هم مرز دیگه. بسیار چی خوبی هم که بیننده عزیز حتما شما به این مسیر ها بیاین، یک آدرسی هم بودم برای اینا. این سرک اسفارتی که از زیربر، از ولسوالی گذره، از مقابل ولسوالی گذره شروع میشه، از وسط قریه سرسبز و زیبای سیاوشان میگذره، میایم تا قریه جاتر. حتما از این مسیر بیاین، خیلی لذت بخشه. تشکر. زنده باشین. بیر بگین که ساخت و سازها، چون شما کار سازندگی دارین، در روستاها چگونه است؟ آیا به نظر شما همون روش سنتی و به اصطلاح گیلی و اینها باشه بهتره، یا اینکه های فیلی که به صلاح ریگ و سمنت و خشت پخت و اینا دارن؟ دیگه ما تلاش ما برای هست که ساخت سازها هم امروز چی به روستا چی به شهر یک اندازه مدرن‌تر نسبت به امکانات روز استفاده بشه. ما دهمی امروز که آمدیم حقیقت گرفتار برگزاری یک نمایشگاه مسائل ساختمانی که آگاهی بدیم به مردم مثلا شهر و دی و وطن خود که آگاه بشم چی رقم ساخت ساز بکنم. وقتی که خانه‌ای که نقشه میگیرن به خاطر ریخت سقف ها که میگن مثلا این مردم میان به وقتی که شلی میکارن میان بازور خشک میکنن به پشت بوما، میخوان که او خاک و گل قطی اینا نشه به روی ریخت سقف ها. باز دیوالا از اینا اکثریت گل استفاده میکنن به روستا. کم کم به حال و هوای بهار نزدیک میشیم و این جوهای سرشار از آب که نیاز آبیاری زمین های دهقانان برآورده میکنه واقعا خوشحال کننده است. در کنار جوی، در روی پل جوی بزرگ ولسوالی گذره قرار داریم، جویی که یک مسیر طولانی از سربند گرفته تا انتها آبیاری میکنه و زمین های زراعتی که محصولات دهقانان عزیز ما هست آبیاری میکنه. اما در این روز بسیار زیبا نم نم باران هم میباره و این نگاه کردن به این آبهای زیبا واقعا زیبا هست و طراوت بخش. جای شما بیننده عزیز خالی، امیدوارم که امروز بعضی از شما آماده باشین در طبیعت و این زیبایی ها از نزدیک دیده باشین. خیلی زیبای تصاویر ببینید. در وسط دو تا جوی آبرو قرار دارم، جوی آبهای بسیار زلال و ای که برای کشاورزی استفاده میکنن. هوا هم هرچی بگین از خوبی هوا کم گفتین. آمدیم در داخل صحراها و زمینها، میریم ببینیم که دهقانه های ما چی کار و فعالیت های دارن، با ایشان یک کمک کارم اگه بشه انجام بدم. مزرعه قرار گرفتیم که در حال شخم زدن هم با ترکتور خود. سلام علیکم، مونده نباشین، خوب هستین؟ سلامتین؟ بیا خاموش کنین که کمی سر صدا روشن میشه دوباره. باش خاموش کنم، خیلی سر صدا داره. مجدداً مونده نباشین، بسیار خوشحال هستین، سلامتین، زنده باشین. ماشاءالله خوب زمین نرم کردین، یعنی تا آدم فکر میکنه نلینچه راه میره داخله. همین دستگاه که هست همین زمین خیلی نرم میکنه، چیز خیلی
کچل مفیده و این سال کچلو کری اینو که هست. خب حتما اینم شما برای کچلو آماده میکنه. بله کچلو دیگه به چاو برای بکشتم پشتم دیوالم باز میام میبر. آه خیلی خوبه. جالبه که داخل یک زمین دو تا صنعت، یک صنعت جدید و یک هم قدیم، هم جفکه کار میکنه داخل زمین و هم ترکتور. کورت سفلا کلن فکر میکنم محل کشت و برداشت کچلوه. بله کچلوه دیگه بانجان و همی گندم و همی کشت و کاران هستن. خیلی خوب، این زمین خود چمانه یا بحث فعلگی و نمیفهمید یک چیزای؟ زمین نسبگی مثلا کشت میکنه. خب مثلا کشتمندیه به حساب پینجا هرچی قاید میکنه نصفی از شمانه نصفی هم از چه. خب این ترکتور غیر از اینکه خوب نرم میکنه تیشات دیگه هم داره یا فقط همینه دیگه؟ همینه، با چند کار دیگه هم از این میشه. آه با تل دای و مثلا وقت شلیکری این کار رو هم میکنه. خواه دیگه از این کار رو میتگه ببینیم کمک باز بزی گوه هست در بمان کار. و یک خوبی هم داره که داخل هر باغ و باغچه هم راحت میره. خوبه برجا مر مکانه. آقای گازونی یاد داریم رانندگی کنی؟ نه مشکله. این جالبه که یعنی باز گورنی خوبه و راه خیلی سخت. آه با راه بردن کلان سخته. کلونا هم سختر هم موتر هم چون که گرونی که هسته خب باز کمک تی به زمین شیشته باشه ایده به سوار شما. ولی خب ایچ روشن کردن هم یک داستان داره. این خب اسپرینگ هم بدادین اینجی؟ اصل فرمانی ترکتورهای خود همینه، یعنی باید هم دست اینا کلچای نبسله یعنی که دردی میترفی طرف. ولی ما روشن کردن از این باش که ما چه کنم. آقای کازمی یک لحظه تصویر داشته باشین، شما بگن ریزی رو بگیرین دیگه درسته. بیاین آقای کازمی که ما روشن کنم. میگن لغت نسنه. نه انشالله که ما چپه در میخوره چی؟ کلچ رو بگیریم. خب کلچ شما بگیریم. آقای کازمی آماده ایم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برو خیلی واسول هستی. بریم 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 خطا دی حوازی گفتم بری تو نخورم بار خطا شدم. یعنی روشن بشد دیگه. خود چرا فرق؟ خود ضعیف بود. خب به هر حال دیگه بیشتر از این قوت نداشتیم. خود شما روشن کنیم. نفس رو بگیریم. پاره نداشته، حالا خود شما بلد نبودید. کار خوب کنید شما. پلکی هم به دست منه خیلی سنگینه. فکر میکنم این که نوه چون دستی که کاملا نوه با این مردکی که این کش میکنه. گوگا زیبالو جان در کنار من هستن، یک تن از دهقانان زحمتکش و زبده کورت سفلا. تیار خوشحال هستیم دیگه انشالله. خوشحال الحمدلله زنده باشین. از کی بیامادیم به سر کار موندن بشدین نشدین؟ ما دیگه از صبح که ساعت 8 بیامادیم دست به کار شد. خواه تقمین یک 3 جریب کچلو بکشتیم. ماشاءالله 3 جریب زمین را کچلو کشتن. کچلو والی هم بخیر، ما هم یک جریب دیگه هم بکنیم تا شما بخیر اگر خواستم. انشالله خدا هم قوت بده به شما. شما هم همچنین بارش هم کم کم میباره. همینجور که داد خدا 20-25 نفر
امیت کمکی هستم. میکنم مشغول به کاره. خیلی خوبه. این که باران میبارد که شما خوشحالیم. خیلی همه تمام برادرها همه مسلمان ها خوشحالی دارم. یادآور باشم که روستاییان وعده کردن که امسال هر کس به سر زمین اینو بیاید دو برابر دایک میدن. بخاطر که الحمدلله باران زیاد دارید. خیلی خوشحال میگه هر کاش که شما بیاید. دیگه چی کشتین غیر از کچلو اینا؟ ما دیگه فیلن حال کچلو فیلن گندم کشته. شفتر هم اونجا یک پل کشته که شلی خیر میکنیم اگه خواست حق رفته باشه انشالله. بله و امینو دیگه فلان کشاورزی انشالله بخیر و عافیت باشیم. ما باید صحبت قطع کنم بخاطر که باران میباره کمره تر نشه باید تا چتر اینا برداره. انشالله که همیشه موفق باشیم. دست شما درد نکنه. زنده باشین. یه هم پلکی شما سنگینی هم هست. یار خوشحال اگه شب میمون ما میشه. زنده باشین. ممنون شما. سلامت باشین. اکسیژن خالص و کامل در این فضا حاکمه. جای شما بیننده عزیز خالی و فقط چای کم داشتیم که او من اینجا قدشته. سلام علیکم. مونده نباشین. خوب هستین؟ سلامت این جان شما جوره. صحت سلامت این. خوش هستین. دو تا پیاله چای برای بعضی ها یک پیاله هم نمیرزه برای ما دو تا. مونده نباشین. خوب هستین؟ سلامت این. خوبی روستا همینه که در هر پل و پلوش و هر جایی که بری حتما یا وقت قضا نون هست، وقت غیر از چای اونا هم که چای هسته. چیرینی هم که همون دشلمه سفید، نه از همون دشلمه ها چیز هم هسته. نمی... چی میگن؟ من البته میگم چهار پنج تایی بردارم. هل، طعم هل هزاره. بعد از کار کردن چای میچسبه خیلی میچسبه. با بزی فضا خوده ما موسان وقتی که تیم نشون میاییم بزی سرا و بزی سرسدی میرسیم واقعا. یعنی واقعا مگرم شما پیر نشیم. قبوله. سکنیم، یعنی هرچی بگم از این فضایی که فعلا در اینجا حاکمه و باید عزیزا نشستم چای میخورم کم گفتم. یعنی از لحاظ آرامش، از لحاظ هوا، هرچی بگیم کم گفتم. فقط اینه که باید بیننده از بیان از نزدیک ببینن. این کچلو کی به دست میایه که ما آدرس شما بودم بیان از شما بخرن. این کچلو دیگه به وقت کچل کنی بوده برج سه. برج سه خوب هوایی هم هست اینجا حتما بیان از این کچلو ها. به هر حال بیاین از فضا هم لذت ببریم و چای هم حتما وقت به دل طبیعت بیاین. واقعا جای شما خیلی. من دیگه همین چای رو میخورم. فقط آقای کاظمی دوربین رو پس کنه شما خوب فلاورداری کنه. من چای میخورم. چای بردارم. اونا چای سیاه میخورن. نه چای سیاه. همین هم چای سیاه. در وسط راه روی درختان سر به فلک کشیده یکی از جویهای قدیه زیبای کورت سفلا قرار دارم. فصل بهار اینجا یک کمی تصور کنید چقدر زیبایه. یک چی هم بگم که این درخت ها وقتی بلند میشه بوریده میشه میره با بازار برای حالا ابزار تخته و اینا استفاده میکنن باز دوباره جسم میکنه و به میشکل میای بالا. اما کم کم باید آمادگی بهار رم داشته باشین انشالله که این درخت ها سرسبز بشه به زیبایی های چشمگیری و اینکه ناگزیر از حضور شما در این برنامه خداحافظی کنم تا برنامه بعد و روستای بعد که با جمع همکاران به خدمت شما عزیزان میرسیم. الله یار و نگهدارشون.